28 روز با شکر گذاری، روز 13 به همه رویاهایت تحقق ببخش. اگه هر روز تمرینات معجزه آسا رو دنبال کرده باشی، با تمرین شکرگزاری بابت اون چه در زندگیت دریافت کردی و دریافت اون ادامه داره، فعلا پایه و اساسی اعجاب انگیز رو بنا گذاشتی. اما امروز و از این پس روزهای پرهیجانی هستن، چون تو از امروز استفاده از قدرت اعجازآمیز شکرگزاری رو برای تحقق آرزوها و خواستهات شروع می‌کنی. قرن هاست که تعداد زیادی از بومیان در هر فرهنگی به طور سنتی با برگزاری مراسمی مفصل و حتی امکان با صرف انرژی زیاد برای شکرگزاری، قبل از اینکه چیزی رو دریافت کنن، از بابت اون خدا رو شکر میکنن. حتی بسیاری از قبایل مختلف آفریقایی قبل از شکار برای خوراکشون مراسمی انجام میدن. ماهیت دعا در هر فرهنگ و مذهبی در واقع شکرگزاری به درگاه الهی قبل از دریافت خواست است. قانون جذب که میگه هر چیزی مشابه خودش رو جذب میکنه، به این معناست که تو باید همانند یا تصویری از اون چیزی که میخوای در ذهنت مجسم کنی. بعد برای جذب خواستت باید حال و هوای داشتن اون رو از قبل احساس کنی، یعنی احساس کنی که داریش، طوری که چگونگی احساس تو مثل زمانی باشه که به اون چه که میخوای رسیدی. آسونترین راه برای انجام این کار اینه که برای اون چیزی که میخوای قبل از اینکه اونو دریافت کنی خدا رو شکر کنی. اگر تا حالا به ذهنت خطور نکرده بود که با استفاده از شکرگزاری به چیزی که میخوای میرسی، حالا قدرت شگفت‌انگیز دیگه‌ای رو کشف کردی. پس اصل مطلب اینه: هر کس خدا را شکر کند، به او مواهب بیشتری داده خواهد شد و او به وفور نعمت دست خواهد یافت. تو باید قبل از اینکه چیزی رو دریافت کنی بابت اون شکر گذاری کنی، نه بعد از اینکه به دست میاریش یا یک پیش آمده خوب برات اتفاق میفته. بیشتر مردم عادت کردن بعد از اینکه چیز خوبی رو دریافت کردن خدا رو شکر کنن، اما برای اینکه به تمام آرزوهات برسی و کل زندگی تو با پر کردن اون از موارد ارزشمند و هر حوزه‌ای متحول کنی، باید قبل و بعد از دریافت هر نعمتی خدا رو شکر کنی، هم قبل و هم بعد از دریافت. به وسیله عمل شکرگزاری خالصانه بر روی دریافت خواستت، از قبل باید فوراً در ذهنت مجسم کنی که اون رو داری و احساس داشتن اون رو در خودت به وجود بیاری، و به این صورت تو قسمت مربوط به خودت رو انجام دادی. اگر به حفظ این تصویر ذهنی و احساس کردن اون ادامه بدی، به طور معجزه آسایی خواستت رو دریافت میکنی. تو متوجه چگونگی دریافت اون نمیشی و وظیفت هم نیست که این کارو در سرت بیاری. مثل وقتی که به پیاده روی میری، اون موقع سعی نمیکنی سر در بیاری که نیروی جاذبه چطور تو رو به روی زمین نگه داشته. درست نمیگم؟ تو اعتماد داری و میدونی که وقتی داری راه میری، قانون جاذبه محکم تو رو روی زمین نگه میداره و به هوا نمیره. به همین صورت باید اطمینان داشته باشی و بدونی که وقتی خدا رو برای اون چیزی که میخوای شکر میکنی، خواستت به گونه ای معجزه‌آسا به سمت تو حرکت میکنه، چون این قانون کائناته. حالا میخواییم ببینیم که الان بزرگترین خواستت چه چیزیه. در آغاز برنامه ها از تو خواستم در مورد اون چیزی که در هر حوزه ای از زندگیت میخوای صادق باشی. یادته؟ اگر قبلن این کارو نکردی، حالا وقتشه که این کارو انجام بدی. سراغ فهرستی برو که تهیه کردی و 10 از خواسته های ارزشمندت رو برای این تمرین شگفت‌انگیز انتخاب کن. میتونی 10 خواسته در زمینه های مختلف رو انتخاب کنی، مثل پول، تندرستی، خونه یا همسر. شاید هم دلت بخواد 10 خواسته در یک حوزه زندگیت رو که واقعا مصمم هستی تغییرش بدی انتخاب کنی، مثل کار یا موفقیت یا حتی تحصیل. در مورد اون چیزی که بیشتر از همه چیزهای دیگه میخوای، شفاف، صریح و روشن باش تا بتونی تغییرات شگفت‌انگیز حاصل از این تمرین رو شاهد باشی. مجسم کن میخوای به کائنات سفارش شگفت‌انگیزی از 10 گل سرسبد خواستهات بدی، چون در واقع با استفاده از قانون جذب، این دقیقاً همون کاریه که انجام میدی.
یا پشت کامپیوترت بشین و یا با خودکار و دفترچه یادداشت روزانه‌ت یه فهرست جداگانه از 10 خواسته برجسته‌ت طوری که انگار از قبل تحقق پیدا کرده تهیه کن و به این ترتیب اینجوری بنویسشون: خدایا شکرت، خدایا شکرت، خدایا شکرت از بابت. و در ادامه اون و در جای خالی که پیش میاد خواستت رو بنویس، انگار که از قبل به اون رسیدی. اجازه بده چند تا مثال برات بگم. خدایا شکرت، خدایا شکرت، خدایا شکرت از بابت درصدهای فوق‌العاده و عالی که تو کنکور به دست آوردم و باعث شد به دانشگاهی که دلم میخواد وارد بشم. پروردگار من سپاس، پروردگار من سپاس، پروردگار من سپاس از بابت این خبر خوبی که بچه دار میشیم. خدایا شکرت، خدایا شکرت، خدایا شکرت از بابت خونه ی رویاییمون که تمام اون چیزی رو که میخواستیم با همون جزئیات داره. پروردگارا سپاس، پروردگارا سپاس، پروردگارا سپاس از بابت تماس تلفنی پدر یا مادرم که رابطمون رو بهتر کرد. خدایا شکرت، خدایا شکرت، خدایا شکرت بابت نتایج آزمایش پزشکی که نشون میداد من دوباره سالم و سرحال هستم. پروردگارا سپاس، پروردگارا سپاس، پروردگارا سپاس برای همسر عالی و بی‌نظیری که دارم. و همانند این مثال‌هایی که برات زدم، میتونی هر چیزی رو که میخوای در اون فهرست دهگانه بنویسی به همین ترتیب و خدا رو بابت اونها شکر کنی. سه بار نوشتن و گفتن عبارت خدای شکرت پشت سر هم اقدامی بسیار موثره، چون مانع دور انداختن کلمات تو میشه و تمرکز بر شکرگزاری رو زیاد میکنه. سه مرتبه خدا رو شکر گفتن فرمولی شگفت‌انگیزه، چون عدد سه عدد هر خلقت تازه‌ای در کل کائناته. به عنوان مثال برای به وجود آوردن یک نوزاد به یک زن و یک مرد نیازه. مرد، زن و نوزاد میشن سه نفر و خلقتی تازه رو تکمیل میکنن. همین قانون عدد سه برای خلق هر چیزی در کائنات کاربرد داره، از جمله برای تحقق تمامی خواسته‌هات. وقتی سه مرتبه خدای شکرت رو پشت سر هم بگی، عدد شگفت‌انگیز خلق و فرمول معجزه‌آسای راز رو به کار میبری. دومین مرحله این تمرین اشباع تمام خواسته‌هات با شکرگزاری بیشتره. تو میتونی هر وقتی از روز 13 دومین مرحله رو تکمیل کنی، خواه همزمان با گوش دادن یا خوندن درخواسته برجسته باشه و خواه به طور متناوب در طول روز و تا آخر شب. برای اشباع خواسته‌هات با قدرت اعجاز آفرین شکرگزاری از اولین خواسته فهرستت شروع کن و با استفاده از قوه تخیلت به سوالاتی که برات میخونم طوری که انگار به خواستت رسیدی جواب بده. پرسش اول: چه احساسی داشتی وقتی به خواستت رسیدی؟ پرسش دوم: وقتی به خواستت رسیدی اولین کسی که بهش گفتی کی بود و چطور بهش گفتی؟ و پرسش سوم: اولین کار مهمی که هنگام تحقق خواستت انجام دادی چی بود؟ یادت باشه تا جایی که میتونی با تمام جزئیاتی که به خاطر میاری باید بگی. در انتها هم هر کدوم از خواستهات رو دوباره بخون و بر عبارت اعجاز آفرین خدای شکرت تأکید کن تا حتی امکان اون رو احساس کنی. بعد سراغ دومین خواسته فهرست خودت برو و همون مراحلی که برات گفتم رو در مورد هر خواسته دنبال کن تا اینکه هر 10 خواستت رو تکمیل کنی. دست کم برای هر خواسته 1 دقیقه وقت صرف کن. اگر دلت میخواد کاری انجام بدی که خیلی سرگرم کننده و قدرتمنده، میتونی صفحه ویژه معجزه ها رو درست کنی و عکس هایی از خواسته هات رو روی اون بچسبونی. بعد اونو در جایی بذار که مدام چشمت بهش بیفته و حتماً با خطی درشت و خوانا عبارت پروردگارا سپاس، پروردگارا سپاس، پروردگارا سپاس یا خدایا شکرت، خدایا شکرت، خدایا شکرت رو روی صفحه معجزه ها بنویس. میتونی از یخچال خودت به عنوان صفحه معجزه ها استفاده کنی. اگر بچه داری میتونی تهیه صفحه معجزه ها رو به عنوان کار خانوادگی همراه با بچه ها انجام بدی، چون بچه ها عاشق همچین کاری هستن.
تصور کن که صفحه تو واقعا معجزه آفرینه و هر موقع عکسی رو روی اون میچسبونی فوراً اون عکس به سمت تو حرکت میکنه و شکرگزاری مدام تو بابت خواسته‌هات اونو به طریقی به زندگی تو جذب میکنه. خب دوست خوبم، تمرین فوق‌العاده و معجزه آسای شماره 13 هم به پایان رسید. تا فردا که تمرین معجزه آسای شماره 14 رو برات میگم، حتما یادت باشه که نعمت‌های الهیت رو، اون 10 مورد رو هر روز بنویسی و بابتشون شکرگزار باشی و البته شب‌ها پیش از اینکه بخوابی یا به رخت خواب بری، برگه شکرگزاری یا تسبیح شکرگزاریت رو در دست بگیر و بابت بهترین اتفاق روزت خدا رو شکر کن. بسیار خوب دوست عزیزم، تا فردا و تمرین معجزه‌آسای شماره 14 می سپارمت به دستان گرم خداوند، عشق بازی ماه و چشمک زدن ستاره ها. دوستت دارم. ماه باشی.